حدود نیمی از جمعیت مسلمانان آمریکا در طول یک سال گذشته و خصوصاً پس از روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده تبعیض نژادی را تجربه کردند. در طی یک سال گذشته بررسی‌های اخیر مؤسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا نشان می‌دهد که حدود نیمی از مسلمانان آمریکایی گونه‌های مختلف تبعیض نژادی را متحمل شدند. بر اساس یک نظرسنجی که به صورت تلفنی و از مجموع 1001 مسلمان مقیم ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، 48% از شرکت کنندگان خود را قربانی گونه های مختلف نژادپرستی و تبعیض نژادی معرفی کردند. این تحقیق نشان می دهد که 32% این اقدامات نژادپرستانه به شکل تهدیدهای زبانی، 19% به شکل برخورد تبعیض‌آمیز توسط نیروهای امنیتی فرودگاه‌ها، 18% به صورت نامیدن مسلمانان با القاب ناپسند و رکی و حدود 10% مربوط به برخوردهای تبعیض‌آمیز نیروهای دولتی با مسلمانان بوده است. یکی دیگر از ابعاد این تحقیق نظرسنجی از مسلمانان در مورد رئیس جمهور آمریکا بود که بر اساس آن بیش از 74% شرکت کنندگان دونالد ترامپ را فردی معاند با اسلام معرفی کردند، در حالی که این آمار در سال 2011 و در مورد باراک اوباما بسیار متفاوت بود و در آن سال و در تحقیقی مشابه 64% شرکت کنندگان رئیس جمهور آمریکا را دوست مسلمانان معرفی کرده بودند. شأن ذکر است افزایش چشمگیر اقدامات نژادپرستانه علیه مسلمانان در سال 2017 میلادی این سال را به بدترین سال از لحاظ اقدامات ضد اسلامی تبدیل کرده است.